سلام، اینجا برنامه از جمعه. من مصطفی و من نیما در خدمت شما. خب ما اینجا راجبه چی صحبت میکنیم؟ برنامه از جمعه راجبه اینه که آقایون، داداشیا، رفیقا، حواستون باشه ما میخوایم یه سری چیزها راجبه دختر خانم ها به شما بگیم. یعنی رابطه‌ای که با دختر خانم ها میخوای داشته باشی، چه دوست، چه رفیق، چه پارتنر، چه حتی همسرت، بدون اینجا چه خبره؟ شفاف سازی، آگاهی دادنه. و دیس کنیم از شنبه رو. آفرین. امروز موضوع برنامه‌مون رو به نظرم بذاریم پای شوخی. آره، شوخی کردن. شوخی کرد. ما جفتمون هم خب کمدیانیم، استندآپ کمدیانیم، شوخی و آره پایینش رو میشناسیم. دقیقاً. آره. حالا الان من نظرم اینه که اول یه حرفی با دختر خانم‌ها دارم. یعنی ما کلا حرفمون با دختر خانم‌هاست. خب. ببین، تویی که ناراضی از شوخی کردن آقا پسرها، توی مهمونی و تو بیرون رفتن و فلان و اینا، چرا میای شوخی دستی و سرشو باز میکنه با پسره؟ ها؟ چرا میای درد میزنه پشت پسره؟ ها؟ چون مرد بدنش قویه، بزنی پشتش بری. یه ببین، دیده شده بارها دختره اومده خود شوخی داره با پسره، موه مصطفی رو میکشه. خب این که حالا بالاخره گوشش رو میکشه، اینجاش چیز میکنه، گاز میگیره، فلان میکنه. آها. بعد کوچکترین شوخی مثلا پسره مثلا یه جنجی گون نکن دیگه. آقا یه دفعه ای بهش بر میخوره، روشو اونور میکنه، نمیدونم. خب خودت سر شوخی رو باز کردی، کج میکنه خودشو که مثلا چی، تو چرا با من شوخی دستی کردی؟ خب بابا اینجوری نیست آقایون، فعلا نکنید، اصلا شوخی دستی نکنید با خانوما. خب ببینید ما بعدا تکلیفمون باشون چیه. آره، شوخی دستی حتی اگر دخترم با شما انجام دادن، شما توی این دام نیفتین، چون قطعا یا یه آتایی میخواد از در بیاره. آره. یا اینکه نمیدونم میخواد دست پیشو بگیره پس نیفته. اصلا تو قاطی ماجرا نشه، اصلا شوخی دستی نکن با این. بعد یه نکته دیگه وجود داره. آقا یه جایی هستیم، یک جمعی هستیم، یه دو نفری هستیم. خب پسره میاد یه شوخی میکنه. آره، چی شوخی؟ مثلا حالا یه تیکه بانمکی میندازه، مثلا دختره یه چیزی میگه، اینم بهش یه تیکه بانمکی میندازه و میخندن و کولن و اون شب میگذره. آره. فرداش میاد به دختره بهم برخورده که چی؟ یعنی تو دیروز به من این شوخی رو کردی و گفتی، تو منظورت از این شوخی تحقیر من بود، تو منظورت از این شوخی فلان بود. آقا اینجوری نیست. نه دیگه، تو یه حرفی زدی اونم برگشته بهت. بابا طرف برای چی بخواد از قصد تو رو تحقیر بکنه یا تو رو خراب بکنه؟ اصلا بس بس شوخیه. شوخیه. ببین شوخی هم داریم تا شوخی ها. ما خودمون میگیم آقا شوخی ها جنسیتی نکنید. جنسیتی یعنی چی؟ یعنی سکسیسم، یعنی جنسیت، تبعیض جنسیتی. تبعیض جنسیتی شوخی نداشته باشه. هر شوخی که مبنا و پایه اون بر مبنای جنسیت طرف باشه. آره. یعنی بگم آقا چون تو مردی اینجوری یا تو چون زنی اینجوری، آفرین، اون نهی میشه. آقا ما اونو قبول داریم. یعنی حتی نه، ما اونو قبول داریم نیست نیما، حتی از سمت دخترم خیلی موقع این شوخی‌ها با پسرم میشه. بله، دختر خانم ها، شما تو یک جمعی که هستین برمیگردین به آقا پسره میگین چی؟ بابا این خیلی اسکله، پاشو برقص، پاشو تکون بده، آفرین، پاشو فلان. آقا بده دیگه. آره. خب آره. این بده، یعنی اینکه شما خودتون میای پسره رو تخریب میکنی با شوخی کردن، با شوخی بد کردن. آره آره. بعد یه چیز دیگه هم هست، دخترها تو جمع خودشون یه سری شوخی دارن، خیلی بیمزه است. خیلی بی‌نمک. واقعا قبول میکنید که خواهشان جلو ما نگین. بعد میگین میخندین خودتون، ما مثلا چیز نگاهتون میکنیم بهتون برمیخوره. آره، ما نمیفهمیم آقا، ما گاوی، ما اصلا مبنای اون شوخی رو نمیفهمیم. خب ایراد از ما، نه شما. یکی از مثلا مثال بزنه، یکی از شوخیاشونو. خب مثلا رفته بودم ناخونامو درست بکنم، مثلا نسرین به خاطر اینکه من بهش گفتم که اینجوری بزنه ناخونامو، اومدم دیدم که مثلا برگ سبز زده، هر هر میخواد. ما کجاش خنده داره؟ واقعا خنده نداره. آره واقعا خنده. ببین دو تا شوخی هایی که پسر با هم دیگه میکنن، ببینید چقدر بانمکه. ببین هم درک میکنین هم حس میکنین، هم میفهمین چی به چیه. آره. بعد دیگه جوک هایی که ببین، یه سری جوک ها هم هست که دخترها برای پسرها میفرستن و به نظرشون این جوک ها جذابه. آره خیلی جذاب. یا حتی شوخی ها ختم نمیشه حتی به جوک و به شوخی دستی و اینجور داستان ها. خیلی موقع شوخی ها به این سمت میره که توی فضای مجازی به هم دیگه یک سری کلیپ ها رو میفرستن. این خیلی مهمه. آره. یعنی خیلی موقع باعث برداشت اشتباه آقا پسرها نسبت به دخترها میشه. خب مثلا دختره برمیگره فردا روز به پسر میگه آره تو چرا درباره من همچین فکری کردی؟ خب تو اون کلیپی که تو دایرکت فرستادی رو نگاه کن، این یعنی چی؟ ها؟ این یعنی چی؟ مثلا رفتی یه کلیپت خیلی معذرت میخوام جنسی برام فرستادی، خب یه شوخی جنسی و خنده جنسی واسه برام انداخت فرستادی. خب من از رو این یه خطی میگیرم دیگه درباره تو.
یا اینکه یا من میگم تو حسی نسبت به من داری یا اتفاقی میخوای رقم بزنی یا منتظر یه پیشنهادی از سمت منی خب. که اینو برای من فرستادی. درسته. خب بعد که من میام درباره این قضیه با تو صحبت میکنم میگی نه من یه همچین قصدی درباره تو نداشتم، نمیدونم تو چرا درباره من یه همچین برداشتی کردی، خودت فرستادی. بعد یه چیز دیگه، آقا یه سری حرفا رو میزنن، یه سری چیزا رو میگن، بعدن که گندش در میام میگه شوخی کردم. آفر، ما شوخی نداریم. آقا بی خود کردی، غلط کردی، شوخی کردی. من که میدونم تو اون موقعیت واقعی گفتی. ای والله، بارک الله. از سوء استفاده از شوخی نکنی. آقا من شوخی کردم. تو بابا تو به من گفته بودی که من میخوام فلان کارو بکنم، بیسار کارو بکنم، چرا نکردی؟ شوخی کردم. شوخی کردم. ما اسکل که نیستیم که. ببین ما جا. یه مقدار آدم‌های صاف و صادق و اینجوری تری هستیم نسبت به خانوم، ولی واقعا اسکل نیستیم. اسکل نیستیم. بعد اینکه مثلا خود دخترا، خب حالا نمیدونم کرمه چیاد کرم، نه یعنی اینکه قصدشون چیه، منظور وقتی به احترامی نیست، اینکه قصدشون چیه با دوست پسره یا پارتنر دوستشون شروع میکنه به شوخی کردن. نکنید خانوم های عزیز، ماها آدم هایی هستیم که به اون بر میخوره، ناراحت میشیم. خب رفتیم توی یه جمعی، تو با منی، تو پارتنر منی، چرا برمیداری با یکی دیگه شوخی میکنی؟ چه سنمی ده؟ بعد شوخی بکن، آقا یه کلمه یه چیز بانمک بگو بپرون، ولی بر ندار هی اونجا شوخی 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 تو شوخی نه نه من یه چیزی دیگه گفتم نیما، من میگم که میریم وارد یه مراسم میشیم، تو مثلا با پارتنر میری داخل یه مراسمی، خب پارتنر تو دوستشو میبینه، خب حتی شده برای اولین بار، تو هم دوستشو میبینی، دوستش با تو شروع میکنه شوخی کردن، به اون تو که میدونه من واینم. آره. نکن دیگه. خب بعد اون وقت پارتنر من فکر می‌کنه من نخی دادم یا من سر شوخی با تو باز کردم که تو الان داری با من. بچا اگر پارتنر مصطفی شدید باش مهمونی نریم، مثل اینکه خیلی طرفدار داره، هی همون کن باش شوخی بکن، سر شوخی رو باش باز. من اینو گفتم به خود همین داشتی میگفتی، من اینو گفتم کلا حواستون باشه به شوخیاتون، رفتارهاتون، مخصوصا دختر خانوما، آقایون حتی المقدور شما هم شوخی های دستی نکنید، شوخی های جنسیتی نکنید، شوخی های جنسی زیاد نکنید، مخصوصا تو جمع خانوم هم به همین صورت. آره. فکر نکنید خانوم های عزیز شوخی جنسی گفتید، اینو گفتید، خندید، اینو خیلی باحالید. آره. اون بامزش نمیکنه، بگردی یه چیز بامزه پیدا بکنی که ما هم باش بخندیم. آره. بعد دخترم خواهشن تو جمع پسر اونا اینا از فوش و الفاظ رکی کنه جلو ما استفاده نکنه، حال اون بد بامزه میشه. آره. مثلا بیا فوش ما نظرم کلا راجع به تو عوض میشه. آره. دمتون گرم.